محمود قربانی شوهر اول گوگوش بازم دست به افشاگری علیه گوگوش کرد و گفتش که به دستور شاه و هویدا و بعد از تحمل زندان و شکنجه های زیاد مجبور کردن منو که گوگوش رو طلاق بدم. وگرنه من عاشق گوگوش بودم و دوست نداشتم از اون جدا بشم. همینطور صحبت هایی هم درباره پشت پرده یه دلیل کوتاه کردن موهای گوگوش انجام داد و ادعایی که گوگوش گفته بودش به خاطر اذیت و آزارهایی که محمود قربانی انجام میداد خودزنی کرده رو کاملا رد کرد و حقایق رو فاش کرد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبتهای محمود قربانی رو میشنویم و افشاگری که درباره گوگوش انجام داده رو با هم میبینیم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. تو این یه هفته اخیر که مصاحبه گوگوش با شبکه مناتو پخش شده، چندین ویدیو از افشاگری هایی که محمود قربانی شوهر اول گوگوش انجام داده براتون توی کانال قرار دادیم و صحبت ها و واکنش های ایشون درباره مصاحبه خانم گوگوش رو براتون توی کانال قرار دادیم. در جدیدترین افشاگری که محمود قربانی انجام داده، مدعی شده که هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب به زندان افتاده و زیر بار شکنجه های متعددی بوده که همه این موارد به خاطر این بوده که همسر گوگوش بوده. ولی خب چون اون گوگوش رو دوست داشته، هیچ وقت زیر بار شکنجه و زندانی هایی که کشیده چیزی علیه گوگوش نگفته و نخواسته که برای اون و پسرش مشکل ایجاد بشه. محمود قربانی حتی مدعیه که توی قضیه طلاقش و جدایش از گوگوش هم نقشی نداشته و از بالا توسط شاه و هویدا که اون موقع نخست وزیر بوده دستور اومده که محمود قربانی باید گوگوش رو طلاق بده و حتی محمود قربانی رو چندین روزم بازداشت میکنن و اونجا شکنجش میدن که راضی بشه به این کار. که اگه این صحبت‌ها رو در کنار صحبت‌هایی که شادی پهلوی انجام داده بذاریم، یه جورایی صحبت‌های محمود قربانی هم درست از آب در میاد. شادی پهلوی هم مدعی بودش که بعد از اینکه گوگوش از شوهر اولش محمود قربانی جدا میشه و قبل از اینکه با بهروز وثوقی وارد رابطه بشه، یه تایمی یه روابطی بین اون و محمد رضا شاه بوده و شادی پهلوی هم حاصل رابطه نامشروع گوگوش با محمد رضا شاه بوده. که احتمال داره از دربار توسط محمد رضا شاه محمود قربانی مجبور به طلاق گوگوش شده و در نهایت هم گوگوش با محمد رضا شاه رابطه برقرار کرده و شادی پهلوی هم حاصل همین رابطه باشه. محمود قربانی همینطور مدعیه که بعد از انقلاب هم نزدیک به 3.5 سال توی بدترین زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته و اونو می‌بستن به درخت و شیلنگ می‌زدنش و برای اینکه بیشتر هرسش رو هم در بیارن همش میگفتن که با گوگوش حال کردی، باید کتک بخوری. و حتی از محمود قربانی میخواستن که اعترافاتی رو علیه گوگوش انجام بده که برای گوگوش پرونده سازی بکنه، ولی خب اون هیچ وقت راضی نشده که این کار رو بکنه چون گوگوش رو ناموس خودش میدونسته و دوست هم نداشته که برای گوگوش و پسرش کامبیز مشکلی ایجاد بشه. محمود قربانی حتی مدعیه که وقتی که گوگوش به ایران اومدش و یه تایم کوتاهی توی زندان بود، اون با کمک دوستاش تونستش که گوگوش رو از زندان آزاد بکنه. بریم با هم صحبت‌های محمود قربانی درباره سختی‌ها و شکنجه‌هایی که توی زندان‌های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب کشیده و هیچ وقت راضی نشده که علیه گوگوش کاری بکنه رو با هم بشنویم. در ادامه ویدیو هم همراه ما باشید. بعد از گوش دادن صحبت‌های محمود قربانی درباره پشت پرده کوتاه کردن مدل موی گوگوش و این مدل موی کوتاه زنونه که برای اولین بار اون زمان‌ها خیلی مد شده بود و خیلی از جوان‌ها این مدلی موهاشون رو می‌زدن به اسم مدل گوگوشی هم صحبت می‌کنیم. چیزی که خود گوگوش مدعی بودش که به خاطر فشارهای روانی که توی دوران زندگی با محمود قربانی تحمل کرده مجبور به خودزنی شده و رفته موهاشو کوتاه کرده. بریم با هم صحبت‌های محمود قربانی رو بشنویم. در ادامه ویدیو هم همراه ما باشید. من در رژیم قبل سر تعظیم فرود آوردم. من نه در این رژیم و من واسدم به خاطر ایرانم و جنگیدم به خاطر ایرانم تو خاکم. چرا 3 ماه زندانی کشیدم؟ وقتی که من در بند 29 بودم و زیر شکنجه های نامحدودی قرار داشتم، 89 روز تو اون بند من قرار داشتم. وقتی که منو میزدن هم میبستن به درخت با شیلنگ آب میزدن و لغت و مشتی هم که به هم میزدن میگفتن
عشق کردی با گوگوش؟ هیچ جوابی نمیدادم، میگفتم اون ناموزم بوده. چه عشقی کردم؟ مادر بچه‌م بوده. خیلی صدم دیدم. من تو بند 209 40 کیلو شده بودم. انقدر شکنجه دیدم. من مرگمو میخواستم از خداوند. و من فقط به خاطر یگانه فرزندم مقاومت کردم. و هیچ موقع ام مادر بچم در دادگاه حرف نزدم. نگفتم که با چه قدرتی ابوالحضرت اشرف گرفته به هویدا، هویدا به تیمساز سعدی و سرهنگ فرزانه، 9 روز من رو تو زندان چیز انداخته بودین که طلاق میخواستن. منم جوونی بودم، صاحب سرمایه، صاحب هتل، کاباره، به قولی همه اون موقع شیکتر از همه بودم و صاحب همه چی، حتی از تمام بویفرندات هم بالاتر بودم. چی گرفتی؟ هنوزم بالاترم، ولی من هیچ موقع تو رو نفروختم و تو بدی نگفتم و من تو رو به تمام اوج قدرت‌هایی که دنیا در اون زمان وجود داشت رسوندم. اما در مورد مدل موی کوتاه گوگوش که اون زمان به اسم مدل گوگوشی، خیلی از جوونا موهاشون رو مثل گوگوش کوتاه میکردن که گوگوش توی مصاحبهش مدعی شده بودش که اون زمانا با محمود قربانی خیلی دعوا میکرد و هر بار که این دعواهاشون اوج میگرفت گوگوش خودزنی میکرد و یه بار برمیداشت ناخونش رو از ته میزد، یه بارم برمیداشت موهاش رو خودش کوتاه میکرد که از بس اعصابش خورد بود این خودزنی ها رو انجام میداد. ولی خب محمود قربانی خلاف این گفته گوگوش رو مدعیه و میگفتش که با مدیر برنامه‌های داخلی و خارجی که گوگوش داشت مشورت می‌کردیم و این مدل مو رو برای فستیوال خارجی که گوگوش می‌خواست شرکت بکنه برای اولین بار طراحی و پیاده سازی کردیم و کلاً هم برای این مدل مو برنامه داشتیم و می‌دونستیم داریم چی کار می‌کنیم و اینکه الان گوگوش میاد میگه که خودم به صورت خودزنی می‌رفتم این کارو انجام میدادم و موهامو کوتاه میکردم یه چیز مسخره است. مگه کسی میتونه خودش به این زیبایی موهاشو کوتاه بکنه و مدل موی به این زیبایی رو خلق بکنه؟ بریم با هم صحبت های محمود قربانی درباره کوتاه کردن موهای گوگوش و اینکه این کار رو برای فستیوال خارجی انجام داده با هم بشنویم. خانم گوگوش، شور نگو من هرسم رفتم موه خودم رو کوتاه کردم. آرسیه بود، جورج فرارا که مدیرت بود، همه اینا تصمیم گرفتیم که سبک مدل موتو عوض کنیم برای فستیوال کانتاجیرو. عکسات هست، اصلا هرکاتات حرف نداره. تو چطوری میتونی سر خودتو هرکات میکردی و کوتاه میکردی به ایش شیکی باشه؟ بس انقدر از خودت دروغ در نیار، انقدر معصوم بازی در نیار، احترام خودت سر جات نگه دار. ما همونیم، تو میدونی من هیچ کس از هیچ اجنبی ترسی ندارم. من مرگ دو سه بار مرگای خودم رو تو چشم دیدم، حس کردم. چی میگی؟ و به خاطر تو چه سختی ها کشتم، بچه چقدر سختی ها کشید و این نتیجه شه. خب رفقا، این بودش صحبت های محمود قربانی. چقدر با صحبت هایی که ایشون انجام دادن موافق هستید؟ چقدر از حرفاش به نظرتون صادقانه و راسته و چقدرش داره قضیه رو یه جورایی میپیچونه؟ و در کل توی این ماجرا چقدر حق رو به آقای قربانی میدید؟ حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که الان روی صفحه هست رو تماشا بکنید.